درود به ملت عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه، خوش باشین در زندگی و سلامتی داشته باشین. امیدوارم که در پناه خداوند همیشه شاد و سربلند باشید. خب روز هفته دیگه اومد در خدمت شما اومدیم به کارگردانی آقای یاسر عزیز من. امیدوارم که شما در هر جایی که هستین الان نشستین ما رو دارین نگاه میکنین و چایاتون براست به دارین ما رو نگاه میکنین و از کلام خداوند استفاده میکنین، برای اینکه کلام خداوند در زندگی ما همیشه زنده است. چه 5000 سال پیش خداوند گفته باشه، چه 10000 سال پیش، همین حالام که میخونیم به زندگی های ما میخوره. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم. ای خداوند قدوس، از تو میطلبم که برنامه من تحت حمایت و هدایت خودت قرار بده. ای خداوند به تحت کنترل خودت، ای خداوند دلها رو آماده بکن. ای خداوند وقتی کلام تو میشنوند به قلبهاشون بشینه به ثمره بیاره. ای قدوس خداوند از تو میطلبم، ای خداوند ایران ایرانی رو آزاد بکن. ای خداوند و ای خداوند کلامت تعلیم بده با کلامت تا بتونن واقعا زندگی جونه خداوند عوض بشه. با قدوسیت نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب شما لینا عزیز، شما چطوری؟ این بار شیمی احوال خوبیسه؟ امیدوارم که شیمی احوال خوب ببون در این بهار که سبز همه جا نمیدونم گل پر از گل میوه آلوچه خورده در این شیمی بر نوش جونتون. ولی خب امیدوارم که شیمی خوش بگذره، چون خیلی یه نفر زنگ بزنه و بوده که آقا چرا لایجانی صبح نکنی. اینم چند کلمه الان لایجانی صبح کنم، ولی این که به خاطر اینکه بیشتر برنامه فارس زبانان هم گوش دینن، به خاطر همون من فارسی صحبت کنم که اوشون هم حلی بگن، چون برای اینکه فقط گیلکی صحبت بکنم، چون فارس زبانان که گوش دینن همه متوجه نبنن. امیدوارم که شیمی حال خوبم. و بعد گفتین که یه نفر زنگ زد بود که گفت که چرا سیاسی صحبت میکنیم. ما سیاسی نیستیم، ولی دل ما برای ایران میسوزه. چیزهایی که میبینیم و نگیم، یعنی واقعا این خیانت به ایرانه. من چیزهایی که میبینم، چیزهای اخبارهایی که میشنوم، بایستی بیام منعکس بکنم. من کلام خداوند رو درس میدم همیشه. اگه برنامه من نگاه بکنین 20 دقیقه اولش من صحبت روزمره میکنم که مثلا از سیاست و از این، ولی سیاسی نیست، همین اخبارهای روزه که جریانهایی که در ایران میفته. و بعد در برنامه دومم در 25 دقیقه یا 30 دقیقه دومم از کلام خدا میخونم، چون کلام خدا اینقدر زنده است. همین حالا که دارم این کلام میخونم میخوره به زندگی های ما، به زندگی همین ایرانی که الان به این روز افتاده. به خاطر همون بلا من سیاسی نیستم بخوام بگم مثلا من سیاسی صحبت بکنم، نه، من همین خبرهای روزی که از ایران دل ما میسوزه. یعنی هر برنامه گذاری اگه دلش برای ایران میسوزه بایستی چند کلمه از ایران بگه، بایستی ما دعا بکنیم. خود تمام این مسیحا باید دعا بکنن که ایرانیان نجات پیدا بکنن، باید دعا بکنن که رژیم اهریمنی سرنگون بشه تا ایران ما آزاد بشه. اگر دعای ما نشه، ما دعا نکنیم که خداوند درست عمل میکنه، ولی خدا خودش میخواد که ما ایمانداران به خصوص دعا کنیم. تنها چیزی که همه چی رو عوض میکنه دعاست. دعا خیلی مهمه برای ایماندارا. بذار شعر ما رو بخونیم بعد میام خدمتت. میگه خداوندا جلالت میدهم هر روز هر روز، خداوندا سپاست گویمت هر روز هر روز، خداوندا به پایت افتم من هر روز هر روز، خداوندا به پایت افتم من هر روز هر روز، خداوندا به تو محتاجم من هر روز هر روز، خداوندا سپاست گویمت هر روز هر روز، سپاسی که زبانم قاصر است هر روز هر روز، ولی دانم که روحت با من است هر روز هر روز. جلال بر نام خداوند باد. ما هر شعرم بگیم از خداوند به ما میده و
به چی هر چیزی خداوند به من میده میمیسم. چی حالا بگو که من چون شاعر نیستم که بگم او از قافیه اینجوریه اونجوریه، نه، ولی خب خداوند به دل آدم میذاره میمیسم برای خداوند. ایمان دارم که خداوند از بچه‌هاش خوشش میاد. بچگانم اگه فکر بکنم من در رابطه با خداوند، خداوند خوشش میاد. اینی که پدری فرزند خودش مثلا چجوری صحبت میکنه خوشش میاد. خداوند هم همینجوری بابای ماست، خوشش میاد از صحبت های ما. ما میگین سیاسی صحبت، اصلا هر کاری بکنی نمیشه. نگاه کنین شما تمام کشورهای همسایه ما، عراق، افغانستان، نمیدونم همه همسایگان، مثلا دریایی بگیری، امارات، عربستان، این اون، قطر، بحرین، همه میخوان کشورشون بره بالا. ولی ما جمهوری اسلامی تنها دولتیه که اجنبیه و بعد از ایران نیست، میخواد که ایران نابود بکنه. هیچ دولت مردی نمیخواد که ایران نابود بشه، یعنی دولت مردی نمیخواد که کشور خودش نابود بکنه. تنها کسی که دلشون برای ایران نمیسوزه همین جمهوری اسلامیه. به خاطر همون بعضی موقع از دل ما میسوزه برای ایران. اگه این چهار تا کلمه صحبت نکنیم واقعا اصلا میگن که شما اون طرف آب هستین، خوش میگذره بهتون، اصلا هیچی هم صحبت نمی کنین در رابطه ما با ایرانی ها، صحبت نمی کنین، نمی گین چی برای ما، چی میگذره به سر ما، نمی دونم چی بلایی به سر ما میاد. مجبور آدم چند کلمه صحبت بکنه. ولی در کل من هدفم اینه که کلام خداوند بخونم و به گوش شما هموطنا برسه، به نجات پیدا بکنین. هر ایرانی که نجات پیدا میکنه خدا شاهده در قلب من شادی عظیمی میشه. اینقدر خوشحال میشم، از خوشحالی بعضی موقع گریه میکنم. هر ایرانی ببینم که نجات پیدا کرده، زندگیش عوض شده. چون ما واقعا احتیاج داریم به این نجات، چون این نجات فرهنگ ما رو هم عوض میکنه. اگه به عیسی مسیح ایمان بیاریم، نجات پیدا بکنیم، فرهنگ ما ایرانی هم عوض میشه. الان فرهنگ ما ایرانی ها خیلی خراب شده. از روزی که جمهوری اسلامی اومده حقیقتا تمام ملت، اخلاق، رفتار، همه چیز خراب شده. چرا؟ به خاطری که یک حکومت دینی اومده 40 سال ما رو بیشتر بت‌پرست کرده، ما رو بیشتر به خرافات آورده، ما رو بیشتر نمیدونم به چی میگن، فالگیری و این چیزا آورده. اینا همه لعنتن که در خانه و زندگی ما میاد. خدا این لعنت ها رو دوست نداره که شما با فالگیری بیایم. وقتی فال میگیرین یعنی لعنت و شیطانی میارین تو خونتون. اینه که بد پیش میاد برای تمام مردم ما. ما یک روزی بایستی تصمیم بگیریم تمام ایرانی ها که این خرافات بندازیم بره. مثلا شما همین امام رضا، حرم امام رضا، میدونی چقدر این درآمد داره؟ میدونی چقدر سرمایه داره این حرم رضا؟ از نه این 40 سال، از او روزی که ما اسلام زورکی به ما وارد شد، این امامزاده ها پدر ما رو در آوردن. این امامزاده ها باید روزی ما این امامزاده ها، این مرده ها رو ول بکنیم، به خدای زنده بچسبیم، به خدایی که میدونیم زندگی ما رو عوض میکنه، به خدایی که میدونیم دستش اگه در زندگی ما باشه دیگه اینقدر ناراحت و دلگیر و ناآرام و نمیدونم افسرده و این چیزا نمیشیم. چون خدای حقیقی رو وقتی بشناسیم دیگه این امامزاده ها مرده پرستی رو میندازیم بیرون. خدا ببین در رابطه با این مرده پرستی و حماقت و بت پرستی چقدر صحبت میکنه در کتاب مقدس. ما یه روزی بایستی حقیقتا از اینجا بیایم بیرون. من کاری ندارم این دولت مردا چون ایرانی نیستن، همه ی حرفاشون دروغ، دروغ تعبیل میدن. ظریف میاد اینجا به خاطر دروغ، اون یکی میاد سردار سپاس دروغ داره میگه. ببین ما کاری به اونا نباید داشته باشیم. ما ملت ایران بایستی اتحاد بخرج بدیم، یک بار پاشیم،
هم برای خرافات پس بزنیم این امامزاده ها رو، این بت پرستی ها رو، هم یک بار 70 میلیون آدم بیایم بیرون تکلیف ما رو معین بکنیم. ما منتظر چی هستیم؟ منتظریم دستی از غیب بیاد ما رو نجات بده؟ نمیاد. ما بایستی عمل بکنیم که خدا پشت ماست. ایمان دارم که خدا پشت ایرانی هست. اگه عمل بکنم بیام بیرون. خیلی هم خوشحالم که هموطنهای خودم، همشهریهای خودم، گیلانیای عزیز در هر جای دنیا هستن، در ترکیه، در اروپا، در گیلان، مازندران، تهران، هر جا هستن دارن گوش میدن. حقیقتا خوشحالم. امیدوارم که روزی برسه که هم فکر باشیم، شما این خدای زنده رو به قلبتون دعوت کرده باشین، بعد متوجه شین که شاپور چرا اینقدر میگی عیسی مسیح، عیسی مسیح، چون تنها نجات دهنده ایران در حال حاضر عیسی مسیح است که میتونه ما را از این حماقت‌های بت‌پرستی، از این مرده‌پرستی بیاره بیرون. ما که نمیخوایم همیشه مرده‌پرست باشیم که. اینا که این دولت مردا کاری برای ما انجام نمیدن. شما نگاه کنین 40 سال اینا دارن میدزدن، میخورن، میبرن، میکشن. ما را که دارن این کار میکنن، همسایگان ما هم دارن هی انگولگ میکنن، اذیت میکنن. تمام پول ایرانی ها رو میبرن میدن به لبنانی ها، که حسن نصرالله پریروز پیغام داد که گفت که این تابستون جنگ میشه با اسرائیل، میجنگیم و منم شهید بشم. میشم، امیدوارم که همین فردا شهید بشی تو، یا نجات پیدا بکنی یا شهید بشی که همون در رای عقیده خودت. اینقدر نفرین و اینقدر نفاق در بین ملتان اندازی، یهودی و مسیحی و مسلمون و بیدین و ببخشید. انسان انسانه، انسان بایستی همدیگر دوست داشته باشه. خداوند چرا ما رو به مقابل همدیگه، بغل همدیگه گذاشته، همسایه همدیگه شدیم؟ چرا؟ برای اینکه با هم زیست بکنیم. خدا اگه میخواست تنهایی ما بکنیم، میگفت یه دونه تو آریزونا باشین، یه دونه تو کالیفرنیا باشین، یه دونه توی سان فرانسیسکو باشین. اینجوری که نمیگفت که. انسان هم زیست باید باشه، با هم زندگی بکنه، همدیگر تحمل بکنه. قرار نیست که ما هم یه دشمن همدیگر باشیم که. اگه عقیده ای ما هم فرق میکنه، یه نفر مسلمونه، یه نفر یهودیه، یه نفر مسیحیه، یه نفر بیدینه، یه نفر نمیدونم بت‌پرسته، ما میتونیم همدیگر روشن بکنیم، با همدیگر صحبت بکنیم، نه دشمن همدیگر. من دشمن هیچ انسانی نیستم، چون منم یه مدت مسلمون بودم، فکرم مثلا مسلمونی بود، ولی خب نمیدونستم، ناآگاه بودم. الان آگاه شدم. ما مسلمونا بایستی کتاب قرآن بخونیم ببینیم توش چی نوشته، کتاب دین خودمون بخونیم ببینیم چی نوشته. واقعا برای زندگی من به درد میخوره؟ زندگی منو به پیش میبره یا نه؟ یا علیکی من علیکی میگم چون پدر مادرم مسلمون بود منم مسلمونم، پدر مادرم مسیحی بود منم مسیحیم؟ نه، من باید وقتی عقل گرفتم باید انتخاب بکنم، حق انتخاب دارم. خدا به ما زور نمیگه، خدا به هیچ انسانی زور نمیگه، رای برات گذاشته، میگه این رای نجات توست. اگه قبول کردی خود نجات پیدا میکنی، اگر قبول نکردی فلاکت و هلاکت و با جهنم برای خودت میخری. بس زور به این نمیگه، نمیزنه تو پس کردنید بگی که زور تو باید بیایی بر. ولی اسلامی ها زور میگن با آدم. عقیده من وقتی فرق میکنه زور میگه بایستی تو عقیده من داشته باشی، اگه عقیده من نداشته باشی باید سرتو ببرم. این دور از وجدان و انسانیته. بلا همه دینا با همدیگه زندگی میکنن، میتونن همدیگه رو آگاه بکنن، روشن بکنن، نه با همدیگه بجنگن. چی جنگی داریم ما؟ با کی جنگ داریم؟ خدا ما رو نیاورد اینجا با هم بجنگیم.
بلکه اون آورد با هم زیست بکنیم، با هم با هم نمیدونم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. خب الان از همه اینا صحبت کردم، الان میریم به کلام شیرین خداوند که برای زندگی ما خوبه. کلام خداوند اگه 10,000 سال پیشم گفته باشه، باز کلام حقیقی خدا باشه، برای امروز زندگی ما خوبه. نه در یک مثلا عقیده بیاد بگه که آقا نمیدونم شما اگه عقیده من قبول نداشتین شما رو بکشم. نه، ما هم زوری نداریم اینجا به کسی، ما تعلیم داریم میدیم. شما خودتون نگاه بکنید، اگه برای زندگیتون خوبه واقعا، میایم به رای خداوند. من امروز از اشیا 44 از آیه 9 که میگه حماقت بت پرستی، خدا میگه حماقت بت پرستی. ما چقدر در ایران الان بت پرستی داریم میکنیم؟ خودتون کلاتون رو قاضی بکنید، چقدر داریم بت پرستی میکنیم؟ چقدر داریم بتا پول میریزیم، پولای ما رو حروم میکنیم؟ اگه نان نداریم بخوریم، پول ما رو میریزیم تو اون حرما برای مرده. زندگی ما از بین داره میره. نباید اینجوری بشه. یک روزی بایستی ما این بت پرستی رو بندازیم کنار. برادر مسلمان من، خواهر مسلمان من، اگه رگ گردنت میزنه بیرون اینا رو میشنوی، برو مطالعه بکن دینتو، برو قرآنتو بخون، ببین چی میگه بهت. وقتی خوندی قبول کردی، نوش جونت، همون راه رو برو. ولی حداقل آگاه میشی نسبت به دین خودت. میگه چه نادانن کسانی که بت میسازن. دیدین بت سازی ها رو دیدین دیگه، و آن را خدای خود میدانن. یه تیکه چوب برمیدارن مجسمه درست میکنن، یا حرم و چوب بندی های خیلی خوشگل میکنن، یک مرده رو اونجا قبر سر قبر اون میرن، این مرده رو نمیدونم هی میپرستن، هی میرن اون چوبا رو میپرستن. خدا داره در رابطه با این میگه 4000 سال پیش، 3000 سال پیش اگه نوشته این کتابو، برای زندگی های ما میگه. چون بت پرستی و نمیدونم اصلا چیزی رو که تو پرستش بکنی، چیز اجسامی که رو میبینی پرستش بکنی، یه چوب پرستش بکنی، یه بتکده درست بکنی اونجا اونو پرستش بکنی، این زندگی ما رو پیش نمیبره. بلکه خدایی که ما رو آفرید، اون میتونه ما رو با شادی، با سلامت، با آرامش به پیش ببره در زندگی. میگه آنها خود شاهدن که بت نه میبیند نه میفهمد، بنابراین هیچ سودی به آنها نخواهد رساند. میگه این بوتی که درست میکنی، شما خودتون دارین میبینین که این بوته نه میفهمه نه میبینه. کسانی که بود میپرستند، عاقبت ناامید و شرمسار خواهند شد. شما وقتی یک بوتی درست میکنین، در مقابل این بود میخواین این بود براتون کاری انجام بده، دعا میکنین اجابت دعا بشه، وقتی نمیشه، خودتون شرمسار میشین، خودتون خسته میشین، خودتون زندگیتون، اعصابتون خراب میشه، آرامشتون به هم میخوره. چون برای اینکه یک بوت دیگه، یه دونه چوبو از جنگل آوردین، تراشیدین اونو، یه بوت درست کردین، مثلا دوره مرده زدین، بعد میری اون چوبو میپرستی، اون که حاجتی بهت نمیده. کسی که با دستای خود خدایش را بسازد، چه کمکی میتواند از او انتظار داشته باشد؟ الان من مثلا یه چوبی رو بردارم بیام اینجا مجسمه درست بکنم، یا یه چوبی رو خیلی خوشگل
به صورت این حرمه رو دیدی چقدر خوشکل درست میکنن؟ خوشکل درست بکنم بیزارم سر یک مرده، بعد برم همون چوب بگیرم از حاجت بخوام. اینه داره میگه. میگه چی انتظاری کمکی داری از اون؟ از این چوب چی انتظار داری که کمکت بکنه؟ چوب یا اون مرده است، اون پایین مرده است، استخونشه. اگه میتونست جسم خودشو نجات میداد، اگه واقعا پیامبر خدا بود، اگه واقعا نبی خدا بود زنده میشد میرفت آسمان، مثل عیسی مسیح که روی صلیب رفت شکنجه شد مرد رفت در قبر، بعد سه روز قیام کرد از مردگان. اینه میگن خداوند زنده. مگه شما در الان میگیم خداوند زنده، شاید بعضی ها ناراحت بشن، ولی در قرآن مگه نمیگن عیسی روح الله، یعنی روی خدا؟ جسم عیسی که خدا نبود، ولی روی عیسی خدا بود. اینه که ما نمیتونیم هضم بکنیم بعض موقع. میگه تمام بت پرستا همراه با کسانی که خود انسانند ولی ادعا میکنند که خدا میسازند، با سرفکندگی در حضور خدا خواهند ایستاد و ترسان و شرمسار خواهند شد. تا اینجا خوندیم، بریم یه سرودی گوش بدیم، برگردیم به شما عزیزان. بینم در کنار خود به وقت ترس و تنهایی، همان منجی و خالق را، همان عشق مسیحایی. محبت کرد بر جانم، شفا بخشید و درمانم، تسلی داد هر روز به این روح پریشانم. خداوندی که جای من، تمام درد بر او رفت، به زخمایش شفا بخشی، ببخشود او گناهانم. چنان عشقی بی پایان از آن زخما جایی شد، که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و عصیانم. چه جایی بهتر از آغوش پرگرما و مهر توست، در آن آغوش نگاه توست که میبیند تن و جانم. نترسم گرچه طوفان ها به قرن بر علیه من، چه سلطان محبت هست سکاندار سکانم. خداوندی که جای من، تمام درد بر او رفت، به زخمایش شفا بخشی، ببخشود او گناهانم. چنان عشقی بی پایان از آن زخما جاری شد، که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و عصیانم. هللویا پادشاه،
خداوندی که جای من تمام درد بر او رفت، به زخمایش شفا بخشید، ببخشود او گناهانم. چنان عشقی بی پایان از آن زخما جاری شد که گشته تکیه گاه من به وقت ترس و اسیانم. درود به هموطنان عزیز من، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دارین برنامه ما رو میبینین و نشستین چایهاتون براست و کلام خدا رو دارین گوش میدین. ما از اشیای 44 از آیه 9 داریم میخونیم که میگه حماقت بت‌پرستی که به روزی امروز ایران ما میخوره. یعنی خدا در 3-4 هزار سال پیش هم حرف زد، باز وقتی میخونی میبینیم ما امروز که در عصر میگم 21 هستیم، در عصر تکنولوژی هستیم، باز همینه داریم. همینه، خدا میدونست که ما تا عصر نمیدونم در 25 هم باشیم باز همینیم. بس ما باید خودمونو درست بکنیم، با خدا مطابقت بدیم، با کلام خداوند، با این خدای زنده خودمونو مطابقت بدیم. ما تا اینجا خونده بودیم که خدایی که میسازیم چی کمکی به ما میکنه؟ هیچی. از این به بعد داریم از آیه 11 دارم میخونم. میگه تمام بت‌پرستا همراه با کسانی که خود انسانند ولی ادعا میکنند که خدا میسازند با سرفکندگی در حضور خدا خواهند ایستاد و ترسان و شرمسار خواهند شد. وقتی من یه چی بت درست میکنم، اونو پرستش میکنم، بعد وقتی میبینم، بعد خدا رو که میشناسم، بعد اون خدایی که منو آفریده، بعد سرفکنده میشم پیش اون خداوند، ولی باز من شرمسار میشم. ولی خدا اینقدر محبتش زیاده، میگه فرزند بیا به طرف من، الان اومدی به طرف من، اوکی، باز هر وقت به طرف من میگه اومدی، من پشتیبان تو هستم، فقط تو به رای راستی که به نشون میدم بیا. توی چاله و چاه و اسیر شریر و شیطان در این دنیا نشو که زندگی تو به هم بزنه. میگه آنها آهن را از کوره در می آورند و به نیروی بازوهای خود انقدر با پتک بر آن می کوبند تا ابزاری از آن بسازند و در حین کار گرسنه و تشنه و خسته می شوند. سپس تک چوبی برداشته آن را اندازه میگیرند و با قلم نشان میگذارند و آن را با ابزاری که ساختن میتراشند و از آن بوتی به شکل انسان میسازند. این همه میگه آهن میگه درست میکنن، داغش میکنن، پوت میزنن تو سرش، الان که تکنولوژی اومده با اون دستگاه میزنن روش، فرقی نمیکنه. میگه همه این کارها رو میکنن، چوبی رو برمیدارن، رو آهن میذارن، دیزاینش میکنن، خوشگلش میکنن، یک بت میسازن. حتی نمیتوان از جایش حرکت کنند اون بت. تو چیزی که میسازی همونجا هست که خودش حرکت که نمیکنه. اون بت دارم میپرستم، حالا میذارم روی حرم یا میذارم توی خانم یا میذارم روی مرده. یک بارم شده ما باید مارپیچه این اینا که مرگ در ایران باید بذاریم کنار. نمیدونم امام رضاست، فیضیه قوم، مشهد، نمیدونم شارزاست، اونه اینه. یک بار ما ایرانی ها باید اینا رو جمع بکنیم بریزیم، این بت‌پرستی ها رو، تا خدای حقیقی رو پرستش بکنیم و رنگ آرامش رو، رنگ زندگی خوب رو ببینیم. حقیقتا میگه بوتی که حتی نمیتواند از جایش حرکت کند برای تهیه چوب از درختان سرو یا صنوبر یا بلود استفاده میکنند و یا درخت شمشاد در جنگل میکارند تا باران آن را نمودهد، یعنی بزرگش کند. قسمتی از درخت را برای گرم کردن خود، ببین همون درختی میگن که میکارن بزرگ میشه، همونه میبرن. ببین خداوند ببین چقدر مثالهای جالبی میزنه.
میگه قسمتی از درخت را برای گرم کردن، همون درخت یا گرم کردن خود و پختن نان میسوزانند. یعنی همون درخت نصفش میریزن تو کوره آتش بزی، آتش نمیدونم نون میپزن، غذا میپزن، میگه نصفش این کار میکنن و باقی مانده آن خدایی میسازن. باقی مانده همون چوبی که تو اون چوب بس مقدس نیست، داریم اون چوب بس میتونی بسوزونی اونو برای نون درست بکنی، غذا درست بکنی، بس مقدس نیست اون چوب. اینو داره خدا میگه، میگه با اون غذا میخورن میسازن، بعدن باقی مانده اونه برای خودشون یه بوتی میسازن، مثلا اینقدر دیزاین خوشگل میکنن میذارن توی یه مرده، مثلا میپرستن چوبو، میگیرن هی بوس میکنن چوبو هی میپرستن، یا تو خونه یه بوتی درست میکنن به شکل آدم اونو میپرستن که مثل هندیا. و در برابرش سجده میکنن. چقدر ما آدم ها دیدیم تو همین سایدا میرن توی همین حرم ها، بعدا به حرم نمیرسن، از همینجا غل میخورن، میگن من سگ فلان کسم، من گربه فلان کسم، من حیوان فلان کسم. ببین چقدر پست میکنن خودشونو در مقابل همین بت ها. خدا از اینا بیزاره، خدا میخواد که ما خودمونو پیش چوب و بت بیارزش نکنیم، چون برای خدا ما ارزش داریم، اینی که پدر مادری که فرزندش برایش ارزش داره، ما هم در مقابل خدا ارزش داریم. با قسمتی از چوب درخت غذا میپزن و با قسمتی دیگر آتش درست میکنن، خود را گرم میکنن و بابا چاچا میکنن با اون گرمایی که میگی میده آتش، بابا چاچا میکنن، چی گرم است، چقدر خوب این چوب ریختیم تو آتش، ما رو گرم کرد، از سرما ما رو نجات داد. آنگاه با تکه چوبی که باقی مانده برای خود بوتی میسازن. ببین خدا چی مثال خوبی برای ما میزنه، خودمونم میدونیم ولی خودمونو نمیخوایم، یا به خواب میزنیم یا نمیخوایم از خواب بیدار شیم. هموطن من، وقتی لعنت به خونت میاری، نمیدونم این فالگیری ها رو که میمیسن به خونت میاری، یا کتاب هایی که از خدا نیست در خونت هست، اینا همه لعنته، هی میگی دارم بد میارم، هی تصادف میکنم، هی نمیدونم پولم کم میشه، هی نمیدونم کار ندارم، ازدواج نمیکنم، چرا یه شوهر برام پیدا نمیشه، چرا یه زن برام پیدا نمیشه، چرا کار برام پیدا نمیشه. همین لعنت هاست که در خانه ما هست، ما رو نمیذاره که ما رنگ خوشبختی رو ببینیم. میگه در برابر زانو زده عبادت میکنیم، نزد آن دعا کردیم، میگوییم تو خدای ما هستی، ما را نجات ده. چقدر میریم توی امامزاده ها، چقدر تو این سنگ و روش یه دونه چوب میذاریم، میگیم این سنگ امامزاده است. توی ایران که دیگه به حد اعلا رسیدن، روی ماشین یه چوبی درست میکنن، گنبدی درست میکنن، میگن امامزاده سیار. خدا از اینا بیزاره. یعنی ما نمیفهمیم که داریم بت پرستی میکنیم خدایی که ما، آخه اون چوب امامزاده سیاره بگو یه انسان بسازه میتونه بسازه، بگو یه مرض شفا بده میتونه بده، بگو یه کاری برات انجام بده میتونه، نه. اینو خدا داره به ما میگه. این امامزاده اینا برای ما شدن میدونی چی شدن؟ اینا واقعا مارپیچ مرگ شدن برای ما، اینا مافیایی شدن برای ما که عقل و شعور ما را از بین میبرن. عوضی که ما با خدا در تماس باشیم، میریم مثلا چوب و آهن و اینا رو میپرستیم. این خدا میگه حماقت بت پرستی. میگه آنها فهم و شعور ندارن. یه چوب فهم و شعور که نداره که مثلا توی جمکران دوتا چاک اندن میگن که میدی اونجاست،
خب این از دارن با عقل و شعور ما دارن ما رو مسخره میکنن، با عقل و شعور ما دارن بازی میکنن و میبینن که ما به اینا اوکی میدیم، به اینا میگیم بله، از ما سوء استفاده میکنن، پول ما رو برمیدارن، شعور ما رو میبرن، ایران ما رو نابود میکنن. اینه که دل آدم میسوزه. ایران از کدوم کشور کمتره؟ شما الان نگاه بکنین، ایران اگر شعور ما رو ندزدیده بودن تا حالا، نمیدونم ما رو اینقدر گیر نیاورده بودن، ما رو ببین چقدر ما بالا میرفتیم. آقا همسایگانی شما دبی برین نگاه بکنین ببین چی شده. خب اونا اسلام، اونا عربن، اسلام مال اوناست. چرا اونا نمیپرستن اینجوری؟ چرا اونا گنبد و بارگاه درست نمیکنن نمیپرستن؟ تو همین عربستان که پیغمبرش از اونجا اومد، اسلامش از اونجا اومد، چرا نمیپرستن؟ فقط یه بتخونه اونجا درست کردن، میگن دور این بت که توش سنگه. میگم که خدا همینه داره میگه، چوب میسازین دورش میگردین، چوب میسازین اونو میپرستین، آهن درست میکنین اونو میپرستین، خدا اینه داره میگه. خدا میگه من خدای شمام، من شما را آفریدم، چرا چوب درست میکنی با دست خودت؟ یه چوب از جنگل میبری اون نصفش آتش درست میکنی برای گرم کردن، نصفش میذاری توی اجاق غذاپزی، نصفش بود درست میکنی. اینه داره خدا بهت میگه. کلام خدا همیشه زنده است. ما انسانها رو میشناسه خداوند، میدونه که انسانهای زرنگ و مردرین میتونن با شعور ما بازی بکنن، ما رو به بازی بگیرن. الان تو ایران با شعور ما دارن بازی میکنن. این آخوندها این همه دروغ دارن میگن، ما رو به پودپرستی آوردن، پول ما رو دارن میدوزدن، شعور ما رو دزدیدن، فرهنگ ما رو دزدیدن. اینه که دل آدم درد میاد. هم وطن من، آنها فهم و شعور ندارن زیرا چشم باطن خود را نسبت به حقیقت بستن. چقدر ایران الان چشم حقیقت خودشونو بستن، نمیخوان حقیقت قبول بکنن، همیشه در رای انحراف دارن میرن. چقدر فساد تو ایران فراوان شده. پدر با عروسش رابطه داره، نمیدونم پسر با زن پدرش که مادرش نیست، زن پدرش هست رابطه داره، دختر من نمیدونم رابطه نااخلاقی داره. چقدر ما اینجور فساد الان شده، چقدر تو ایران. ببین ما رو به کجا دارن میرسونن. شما ملت ایران خودتون یه ذره بشینین، یه ذره فکر بکنین، ببین چقدر این آخوندها با شعور ما دارن بازی میکنن. خدا داره اینه داره با ما میگه، حماقت بت پرستی. میگه کسی که بت میسازد آنقدر شعور ندارد که بگوید قسمتی از چوب را سوزاندم تا گرم شوم و با آن نانم را پختم تا سیر شوم و گوشت را روی آن کباب کرده خوردم، حال چگونه میتوانم با بقیه همان چوب خدایی بسازم. خدا داره اینو داره میگه، این کلام خداست، داره خدا داره به ما مردم میگه. میگه چرا این حماقت میکنیم؟ چرا میخوایم شعور ما رو اینا از بین ببرن؟ چرا نمیریم نمیخونیم؟ حداقل برین قرآن رو بخونین، خواهشم برین بخونین. اگه کلام خداست، در همونجا میگه که صلیب عیسی رو انکار میکنه، این یک طرف. در سوره مریم 71 میگه همه ما میریم جهنم. در سورات دیگه پیغمبر با زن پسرخواندش میگه تو طلاق بده من ازدواج بکنم. چند تا پیغمبر میگه زن میخواست که، زن که داشت 5-6 تا که،
از عروسش هم نگذشت، با عایشه 6 ساله هم عروسی کرد. این میدونی چیه؟ من تمام همغم هم اینه که خود عربا اسلام مال اوناست، اونا این کار الان نمیکنن، نه پیغمبرشون میپرستن نه اون کتاب کیر میکنن، فقط اون خونم درست کردن به خاطر که عربستان تریلیارد تریلیارد پول داره از اونجا میبره، از شعور ما انسان ها استفاده میکنن که پول ما رو ببرن، فرهنگ ما رو ببرن، شعور ما رو از بین ببرن. ما باید بفهمیم، ما باید آگاه باشیم نسبت به کلام خدا، ببینیم کلام خدا کدومه. این همه خدا داره برای ما صحبت میکنه، این همه به ما میگه. قسمتی از چوب را سوزاندن تا گرم شوم و با آن نانم را پختم تا سیر شوم و گوشت را روی آن کباب کرده خوردم، حال چگونه میتوانم با بقیه همون چوب خدایی بسازم و آن را سجده کنم؟ چی بود بسازم، چی بارگاه بسازم ببرم سر یک مرده؟ میشه بود پرستی؟ کسی که چنین کاری میکند مانند آن است که به جای نان خاکستر بخورد. او چنان اسیر افکار احمقانه خود است که قادر نیست بفهمد که آنچه انسان با دستای خود میسازد نمیتواند خدای او باشد. اگه آنچه که انسان میسازد باید بفهمه که اون خدای اون نمیشه. چقدر چوب و بارگاه درست بکنیم بذاریم سر مرده ها پرستش بکنیم، اینا خدای ما نمیشه. خدای اصلی اینا نیستن. خدا سازنده تمام این دنیاست. آدم، خدا آدم وقتی آفرید از خاک بهش یک دونه حرف زد، گفت از این درخت نخور. میخواست ببینی که آدم یک دونه قانون براش گذاشت انجام میده یا نه. دید نه. ذات انسان همیشه روی خلاف میره، ذات انسان همیشه میخواد وارونه بره. خدا ویلا چیزی از انسان نمیخواست که این زمین به این خوشگلی رو داده بود که انسان زندگی بکنه، بهشت اون بشه، خانه اون بشه، خدا هم باهاش داشت زندگی میکرد. لختم بود نمیفهمید که لخته، برای اینکه روی خدا بر آدم بود. وقتی شیطان و شریر میام میزنن به زندگی ما، زندگی ما رو نابود میکنن. با چی؟ با این دعا نویسی، با این بت پرستی. چون شیطان کارش کشتن و زدن و بردنه. شیطان اگر خوب بود که یک فرشته با اون خوبی بود، با خدا داشت زندگی میکرد، رو نافرمانی خودش افتاد و کلی فرشته های دیگم انداختن. میدونی چطور شیطان افتاد؟ اون فرشته ها که دور و برش بودن قدرت اینو دیدن که خدا بهش داد همه کار انجام میده، هی رفتن اینو توش هی براش باد کردن، اینو گفتن، هی این دوونه زیر بغلش گذاشتن، گفتن تو از خدا کمتری که تو همه کارا رو میتونی بکنی، چطور خدا همه چی خداست، برو انسان ها رو بگو که تو رو پرستش بکنن، تو بیاد بالاتر از خدایی. این آدما ما رو خراب میکنن، این آدما نمیذارن که انسان با معذره میخوام با چابلوسی، با دستمال زدن، با هندوونه گذاشتن زیر بغل آدم، آدمیت رو خراب میکنن، انسان دیگر خراب میکنن. امروز هموطن من، بیا به خدای زنده ایمان بیار، بیا به نام عیسی مسیح دعا بکن که حاجتتو بگیری. نبرو پیش یک مرده، نبرو پیش یک دونه نمیدونم چوب پرستش بکنی اونو.
امروز بگوی عیسی مسیح. این همه بینگن که عیسی مسیح قدرت داره، در نام عیسی مسیح دعا بکنم حاجتم برآورده میشه. امروز بگوی عیسی مسیح، تو که اینقدر قدرت داری میگن که تو خداوندی، بیا امروز به قلب من، بیا در زندگی من، بیا با من زندگی بکن، من گناهکار نجات بده تا از این آرامش الهی تو رو پیدا بکنم، تا تو رو بشناسم. امروز بگو زانو بزن، بگو خدای میخوام تو رو بشناسم، واقعا سرگردان شدم، دیگه خسته شدم، امروز میخوام تو رو بشناسم. همین خداوند میاد به زندگی تو. بیاین از این حماقت بت پرستی یک بارم شده بیاین بیرون. شما رو به خدا میسپرم، دست خدا با تک تک شما ایرانی ها باشه. در نام عیسی مسیح دعا میکنم که امسال سال پیروزی ایران و ایرانی باشه. به خداوند دستش با تمام ملت ایران باشه، از این بدبختی و بیچارگی ما رو نجات بده. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود. تا درود دیگر، مرسی که ما رو نگاه کردین.